هفته. اجازه بفرمایید بخشی از صحبت آقای لاوروف رو در این زمینه بشنویم. Сейчас на основе вот той схемы, которая была предложена Бразилией и Турцией совместно с Ираном в их Тегеранской декларации. آقای لاوروف گفت که امروز ما در وین گرد آمدیم تا در مورد نکات فنی برنامه پیشنهادی ترکیه و برزیل در مورد ایران که در اعلامیه مشترک آنها مندرج است ببخشید بحث و تبادل نظر کنیم و انتظار داریم ایران نیز به دعوتی که برای شرکت در این گفتگوها فرستاده شده پاسخ مثبت بدهد. جناب آقای دکتر فرهنگ، جناب آقای تشریف نداشتید، متاسفانه تماس ما دقایقی قطع شد، بحث رو با صحبت از آقای امیری دنبال کردیم و الان سوژه دیگری داریم در مورد روسیه. دو نکته هست که میخواستم مطرح کنم اینجا و از جناب علی بپرسم. یکی در مورد اینکه مواضع هسته‌ای روسیه با مواضع هسته‌ای امریکا در قبال ایران نزدیکتر میشه، ولی در عین حال هم روسیه به مبادلات تجاری با ایران و معاملاتش ادامه میده. البته امریکا در مورد روسیه، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده، ابراز نگرانی کرده بود و گفته است که روسیه یک بازی دوگانه میکنه. بیشتر در مورد چین این مسئله رو میگن. سوال اول من از جناب علی این هستش که آیا در این زمینه، در مورد بازی دوگانه روسیه، امریکا میتونه اقداماتی انجام بده برای اینکه از نظر معادلات و مبادلات هم روسیه رو تشویق بکنه که با ایران همچنان ادامه نده؟ و مسئله دومی که میخواستم با جناب علی مطرح بکنم صحبت آقای لاوروف هست و باز هم پیش کشیدن مسئله ترکیه و برزیل. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر فرهنگ. تنش هسته ایران وسیله شده که کشورهای آلوده در این مسئله در پی منافع امنیتی و اقتصادی خودشون هستند. برای آمریکا دستیابی ایران به توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای اولویت داره، برای اسرائیل هم همین. یعنی هیچ نفع امنیتی و اقتصادی نیست که بتونه آمریکا رو متقاعد بکنه که ایران کسب توانایی سلاح هسته‌ای برای ایران با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا در منطقه در تضاد نیست. این موضوع در رابطه با روسیه و چین صدق نمی‌کنه. از آغاز این تنش، یعنی برگردیم در طی شاید بیش از 20-25 سال قبل، روسیه و چین سعی کردند که بین نیاز خودشون برای ادامه همکاری با آمریکا، هم از جهت امنیتی و سیاسی دیپلماتیک و هم از جهت اقتصادی و منافع اقتصادی خودشون در ایران، توازن برقرار کنن. از نظر من تردیدی نیست که روسیه نمیخواد ایران دارای تسلیحات هسته‌ای بشه، برای اینکه توازن قدرت رو در منطقه‌ای به هم میزنه که به هیچ وجه به نفع روسیه نیست. ولی این قضیه برای روسیه اون اولویت رو نداره که از منافع اقتصادی کوتاه مدت خودش دست برداره. برای چین حتی اگر ایران به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای برسه، مثل پاکستان بشه و یا مثل هندوستان و یا مثل اسرائیل، با منافع امنیتی و اقتصادی چین در تضاد اساسی نیست. این کشورها از دو طرف آوانس میگیرن، از اسرائیل، از آمریکا، از ایران آوانس میگیرن و این توازن رو ادامه میدن. روسیه هم دقیقاً این نقش دوگانه رو بیش از 20 ساله که داره با ایران بازی میکنه. و اگر برگردیم مقایسه بخوایم بکنیم، جنگ ایران و عراق یکی از اون تضادهای بین‌المللی بود که تمامی قدرت‌های دنیا از این جنگ به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف امنیتی و اقتصادی خودشون استفاده کردن و فقط این مردم ایران و مردم عراق بودن که هزینه سرسام‌آور انسانی و مادی این جنگ رو پرداختن. 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختن، 12 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو طرف اسلحه فروختن. امروز هم در این تنش هسته‌ای میبینیم که ضعف ایران و وابستگی ایران به چین و
بر روسیه و کره شمالی و پاکستان و به هندوستان غیر ذالک در واقع وسیله شده که این کشورها به نفع خودشون با ایران معاملاتی بکنند و با آمریکا هم تا اون حدی که بتونن پرونده هسته‌ای ایران رو در دستور کار شورای امنیت نگه دارن و به طور تلویحی تایید بکنن که برنامه هسته ایران خطری برای صلح و امنیت منطقه است، این برنامه رو ادامه میدن. بازنده نهایی این ماجرا ایرانه و ادامه تحریم ها حتی اگر به تمکین ایران در برابر خواست اروپا و آمریکا کشیده نشه، فقط میتونه زمینه های استفاده از خشونت رو تشدید بکنه. بنابراین تحریم اقتصادی که حد وسطی بین بیتفاوتی و جنگه، هر چقدر ادامه پیدا بکنه زمینه جنگ و استفاده از ابزار نظامی رو بیشتر میکنه. آقای دکتر، البته آقای دکتر فرهنگ صحبتی کردن در مورد تحریم اقتصادی و اینکه یک میانی است میان جنگ، باز میگردیم به این مسئله، اما در مورد روسیه اجازه بفرمایید نظر جناب عالی رو هم سوال بکنم و به خصوص نکته جالب ایشون فرمودن در مورد وابستگی ایران به کشورهای خارجی و به کمک‌های خارجی. این وابستگی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه؟ دو تا نکته رو اول بگیم. این مسئله هسته‌ای ایران و ساختن بمب اتمی توسط حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، فقط دغدغه امریکا و اسرائیل نیست. این اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی میکنه بگه. این دغدغه کشورهای عربی منطقه هم هست، عمیقا نسبت به این موضوع حساسن. دغدغه ژاپن هم هست، دغدغه عمده کشورهایی که میشه گفت در جمع کشورهای آزاد هستن، مثل اروپا یا غیر. در مقابل این جبهه‌ای که به وجود اومده، یک جبهه‌ای وجود داره که این جبهه رو میشه گفت کسانی هستند که میخواهند از موقعیت ضعف ایران بیشترین استفاده اقتصادی رو بکنن. خب در چند سال اخیر آقای دکتر روسیه این کارو کرده، این شرکت تجاری بوده در این چند سال اخیر که هر چه منابع داشته ایران به هر حال با قراردادهای پنهانی بنده خاطر شد. دو ماه پیش خدمتتون بودم، مسئله ترکمنچای جدید رو مطرح کردم. این مثال آوردم که معلوم بشه که در این موقعیت ضعف و زبونی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته و این وضعیتی که آقایون خامنه‌ای و احمدی نژاد ما رو قرار دادن، این فرصت تاریخی رو برای بسیار از کشورها به وجود آورده که بتونن در زمینهای مختلف از ایران سودهای عجیب غریب بگیرن. و در این زمینه همجور که میبینیم روسیه و چین این کار رو دارن میکنن. ولی یه نکته هم مهم این رو باید گفت. ببینید، یکی از دلایل مهمی که چین با امریکایی‌ها هم نظر شدن و با سازمان ملل این ایده بود که وجود کشورهایی که نظم جهانی رو دارن زیر سوال میبرن، مثل کره شمالی، مثل ایران، اتفاقا منافع درازمدت کشورهای مثل چین رو هم زیر سوال میبره. چون اگر بپذیریم که چین به زودی قدرت دوم اقتصادی دنیا میشه، وجود ثبات در تمام جهان برای پیشبرد اقتصادی لازمه و شاید پیوستن چین هم به این جمع به همین دلیل. ولی حساسیت‌هاش مسلماً کمتره، خصوصاً این که همینطور که میدونید به هر حال این کشورها مسئله اقتصادی براشون اهمیت بسیار زیادی داره و من تصورم اینه که مسئله تحریم ها اتفاقا برخلاف اون ایده که وجود داره که این تحریم ها میتونه بد باشه، یه خصوصیت خوب داره و اون اینه که جلوگیر جنگه. چون اگه ما اعلام بکنید که تحریم ها تأثیری نداره و تحریم ها بلا اثره، این فرصت رو به جناحای افراطی میده که اعلام بکنند ببینید آخرین راه حل راه حل جنگه. و ما اتفاقا باید بگیم که نه خیر، تحریم ها در ادامه خودش امکان مذاکره مجدد رو میاد و فراهم میکنه، در حالی که اگه جنگی بشه معلوم نیست که آخر عاقبت وضعیت خاورمیانه به کجا میرسه.